دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما به قسمت سوم بیماری برونشیت عفونی نگاه میکنید. در دو قسمت قبلی ما اطلاعات خوبی رو در ارتباط با بیماری برونشیت برای شما به نمایش گذاشتیم. در قسمت اولش ما در مورد مقدمه، اپیدمیولوژی، ویروس عامل بیماری، ژنوتیپ هایی که در این ویروس وجود داره برای شما اطلاعاتی رو در واقع آوردیم. همچنین در قسمت دوم در مورد انتقال بیماری، علائم بالینی، کالبدگشایی و همچنین تشخیص آزمایشگاهی با شما صحبت کردیم. در قسمت سوم میخوایم از تلفاتی که تو این بیماری اتفاق میفته و همچنین برنامه واکسیناسیون که بسیار بسیار مهمه برای ما صحبت بکنیم، که حتما نظر شما رو جلب میکنم به مطالب قسمت سوم. خب میخوایم قسمت سوم رو با تلفات شروع بکنیم. در ارتباط با بیماری ویروس برونشیت در گله های جوان عموما تلفات و آسیب خیلی بیشتره. همونطوری که در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم، آسیبی که مثلا یک جوجه در ارتباط با سویه در واقع تناسلی ویروس برونشیت بهش وارد میشه، این اتفاق جبران ناپذیره و ضربه بسیار بدی رو بهش وارد میکنه در طیور و تخم گذار. در پرنده هایی که مسن هستن تلفات ناچیزه، اما افت تولید رو ما داریم. این نیست که اصلا ویروس نتونه پرنده رو از مسیر اصلی خودش منحرف بکنه. تلفات در گله هایی که کیفیت جوجهشون مناسب نیست، زایعات زیادی دارن، با شدت بالاتری بروز میکنه. اگر شما عفونت ثانویه داشته باشید توی گله، باید حتما توسط آنتی بیوتیک کنترل بکنید. تلفات بعد از پیک کاهش پیدا میکنه، ولی اگر عفونت ثانویه کنترل نشه، این تلفات میتونه با شدت بسیار بیشتری بروز بکنه. از گله های مبتلا به برونشیت باید به درستی پرستاری بکنید. مثلا موضوع تهویه رو من اینجا آوردم. گاهی اوقات میبینید که گله به تلفات میفته، مردار هول میکنه، در واقع نمیدونه چی کار باید بکنه، تهویه رو محدود میکنه، میترسه. ولی باید بدونیم که برای یک گله‌ای که بیمار هستش و مشکل تنفسی داره و یک درصدی از ریه خودش رو و اون ظرفیت تنفسی خودش رو از دست داده، حتما باید تهویه به شکل مناسبتری انجام بشه. البته بعد اینجا بگم گله‌هایی که مبتلا میشن به بیماری مثل برونشیت، تهویه‌شون یا اون بحث تهویه به درستی و اصولی انجام نشده که رسیده به اونجا. اما مرداری که تهویه رو خوب نمیدونه چطور میتونه در زمان بیماری و در زمانی که تلفات داده بتونه تهویه درستی رو انجام بده؟ باید بگم که در مناطقی که مستعد آسید هستن، اگر بیماری برونشیت اتفاق بیفته، شما باید با مراقبت بسیار بیشتری این گله رو ببرید جلو، چون گله‌ای که به برونشیت مبتلا میشه یه درصد زیادی از ریه خودش رو و ظرفیت دستگاه تنفسی خودش رو از دست میده و مستعد میشه به بیماری آسید و تلفات انتهای دورش میتونه از آسید باشه. در ارتباط با ایمنی و واکسیناسیون نکات بسیار خوبی رو در این قسمت میخوام به شما در واقع آموزش بدیم. باید بدونیم که در بیماری برونشیت مهمتر از اجرای برنامه واکسن استفاده از سویه مناسبه. باید بگیم که هم واکسن غیر فعال یا کشته که به شکل روغنی یا تزریقی در عضله سینه برای برونشیت داریم و هم واکسن های زنده تخفیف حدت یافته. واکسن کشته در مرغ گوشتی معمولا روتین نیست و بیشتر در گله های مرغ تخمگذار و مرغ مادر قبل از فاز تولید استفاده میشه. ویروس برونشیت یک ویروس ضعیفی هستش که حتی میتونه با بایوفیلم لوله های آب آشامیدنی از بین بره. پس بایوفیلم زدایی در زمان در واقع آماده سازی سالن جز نکات بسیار کاربردی هستش که شما باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشید. واکسیناسیون به روش آشامیدنی برای واکسن برونشیت معمولا توصیه نمیشه، چون میگن ویروس اونقدر ضعیف هستش که ممکنه در لوله های آب از بین بره. و همچنین باید بدونیم بهترین روش واکسیناسیون روش قطره چشمی و روش اسپری هستش. اول دوره ما توصیه میکنیم که معمولا اسپری واکسن انجام بشه و در نوبت بعدی و نوبت‌های بعدی بیاد قطره چشمی برای گله استفاده بشه. واکسن اضطراری برای برونشیت توصیه نمیشه. واکسن اضطراری منظور این هستش که شما وقتی گله علائم بیماری برونشیت رو نشون میده، شما براش واکسن استفاده بکنید، مثل موضوعی که ما توی نیوکاسل داشتیم، همون موضوع امرجنسی واکسینیشن یا واکسن اضطراری، که اینجا برای برونشیت مطرح نیست چون سرعت انتشارش توی سالن خیلی بالاست و ریسکه که شما بخواید این واکسن رو استفاده بکنید. دوستان عزیزم، در ادامه مطالب مربوط به ایمنی و واکسیناسیون، باید بگیم که طبق اصول واکسیناسیون، واکسن از سویه‌های ضعیف‌تر باید به سمت قوی‌تر
استفاده بشه. مثلا بهتره که از H120 شروع بکنیم در ابتدای دوره. اشتباه در واکسیناسیون موجب آلودگی یک گله سالم به بیماری برونشیت میشه. نکته تخصصی این هستش که هرگز دوتا واکسن مونووالان رو که یکیش مربوط به برونشیت یکیش مربوط به نیوکاسل با همدیگه مخلوط نکنید، به خاطر اینکه بیماری برونشیت و نیوکاسل در تکثیر ویروس توی بدن یک رقابتی با همدیگه دارن. سعی بکنید از واکسن دوگانه این بیماری ها استفاده بکنید. مثلا واکسن ویتابورونی که وجود داره، این واکسنی هستش که شرکتی به صورت دوگانه فرموله شده. از دوتا واکسن تکی استفاده نکنید که خودتون بخواید مخلوط بکنید. در زمانی که واکسن ژنوتیپ شایع رو ندارید، میتونید با نظر دامپزشک از دوتا ژنوتیپ دیگه استفاده بکنید که در این اسلاید و اسلاید بعدی میخوام تمیز این موضوع رو برای شما باز بکنیم که نقطه قوت بحث ما در برونشیت و قسمت سوم این بیماری هستش. خب دوستان عزیزم، بیاین برای شما یک مثالی رو در واقع که اینجا آوردم توضیح بدم. برای مثال منطقه شما به ویروس واریانت 2 مبتلا هستش و شما واکسنی رو که باید استفاده بکنید واکسن واریانت 2، اما در کشور شما واکسن واریانت 2 هنوز وارد نشده یا شما اصلا دسترسی به واریانت 2 ندارید. اگر قرار باشه ما در سن 1 روزگی و سن 14 روزگی واکسیناسیون رو بر علیه بیماری برونشیت انجام بدیم، مثلا 1 روزگی بیام اسپری بکنیم و 14 روزگی مثلا قطره چشمی بکنیم، یا حالا بیام مثلا 14 روزگی بیام حالا آشامیدنی استفاده بکنیم، یا حالا به هر روشی، اگر هر دو تا واکسن ما از واریانت 1 باشه، یعنی واریانت 2 نداشته باشیم، هر دو رو بیام از واریانت 1 استفاده بکنیم، خوشبختانه تا 50% میتونیم نسبت به واریانت 2 ایمنی ایجاد بکنیم. یعنی اگه گله شما به واریانت 2 مبتلا بشه بودن تا 50% ایمنی داره گله شما. اگر هر دو تا از ماساچوست استفاده بشه تا 60% میتونه ایمنی ایجاد بکنه. اگر اولی ماساچوست باشه و دومی واریانت 1 باشه شما تا 69% 70% میتونید ایمنی ایجاد بکنید. اگر اولی واریانت 2 باشه، یعنی شما واریانت 2 رو پیدا کردید دومی رو پیدا نکردید استفاده بکنید، و دومی رو از ماساچوست استفاده کردید تا 80% میتونه موثر باشه، و همچنین اگر هر دو واریانت 2 باشه ایمنی شما نزدیک به 100% میشه و مشکل شما تو منطقه حل میشه. البته باید بگم که این نتایج به صورت آزمایشگاهی بوده و کاملا بستگی به کیفیت اجرای برنامه واکسیناسیون داره. اعداد و ارقامی هم که آورده شده به صورت درصد فقط برای درک این موضوع هستش. خب دوستان، اگر در مجموع ما بخوایم یه جنبندی داشته باشیم تا اینجا در پایان قسمت سوم که مسئله واکسن و ایمنی رو هم برای شما مطرح کردیم، باید بگیم که تا اینجا متوجه شدیم ویروس عامل بیماری برونشیت یک ویروسی هستش که ژنوتیپ های مختلف داره. هر کدوم از این ژنوتیپ ها اگر در گله شما در منطقه شما وجود داره، اگر شما بخواید یکی از بحث ها رو که بحث واکسیناسیون هستش برای گله خودتون اجرا بکنید، باید بریم به سراغ ژنوتیپی که شایع هستش. اگه کیو ایکس باید واکسن از ژنوتیپ کیو ایکس باشه، اگر واریانت 1 واریانت 1 باشه، اگه واریانت 2 واریانت 2 باشه. اگر هم واکسنش رو پیدا نکردید، توی این اسلاید برای شما بررسی کردیم که چطور میتونید واکسن های دیگر رو طوری استفاده بکنید تا حدود زیادی نسبت به اون ویروسی که مثلا حالا واریانت 2 توی کشور ایران هستش همپوشانی داشته باشه. اما در مورد بیماری نیوکاسل این کار یه مقدار راحت تره و برای شما توضیح دادم که در قسمت های قبلی چطور میشه که بیماری نیوکاسل وقتی اتفاق میفته توی گله یا واکسن های از سوی های دیگه استفاده میشه، ایمنی رو شما خواهید داشت. پس تا اینجا متوجه شدیم که به چه شکلی هستش. در قسمت بعدی و در قسمت چهارم میخوایم بریم به سراغ مباحث دیگه و در قسمت چهارم کلن بیماری برونشیت رو جمعش بکنیم، اطلاعاتی که در این مورد ارائه کردیم رو برای شما جمع‌بندی بکنیم و همچنین بریم به سراغ ویدیوهای دیگه و در واقع بیماری های دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، حتما قسمت چهارم ما رو هم ببینید. لینک قسمت های قبلی و قسمت چهارم رو هم سعی میکنم در دیسکریپشن یوتیوب برای شما قرار بدم که دسترسی برای شما راحت تر باشه. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.